بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر علی خوانین هستم، متخصص طب اورژانس و مدیر داخلی بیمارستان امام خمینی اهواز. متاسفانه در حدود یک هفته اخیر تا به امروز ورودی بیماران کرونایی به بیمارستان ما به شدت میزانش بالا رفته و هجوم بیماران درگیر کرونا به بالغ بر بیش از 10 برابر مراجعات قبلی بیمارستان ما بوده. برای رسیدگی به حال بیماران ما تمام اقدامات لازم رو حتی با وجود خستگی شدید پرسنل بیمارستان و کادر درمان انجام دادیم براشون. ما بزرگترین، مجهزترین و بروزترین مگا آی سی یو استان رو که حدوداً 2 هفته 3 هفته پیش زیر بار رفته بود ما به اختصاص کامل دادیم با 36 تخت به بیماران کرونایی که در حال حاضر کل 36 تخت ما متاسفانه پر هست. ما بالغ بر 125 تخت معمولیمون رو با بستن بخش‌های از جمله بخش عفونی، فک و صورت، ریه، حتی بیماران گوش و حلق و بینیمون مجبور شدیم که این تخت‌ها رو اختصاص بدیم به بیماران کرونایی که الان عین 125 تخت ما هم متاسفانه پر هست. هجوم بیماران سرپایی برای تزریق رمدسیویر سرپایی به بیمارستان ما به صورتی است که حدوداً روزانه ما مبالغ بر 300 نفر رو داریم به صورت سرپایی رمدسیویر سرپایی تزریق می‌کنیم تا بتونیم حداقل مقداری از بار فشار بستری رو بتونیم کاهش بدیم از این طریق، ولی متاسفانه کماکان ما احتیاج به تخت داریم و بیماران روز به روز داره تعدادشون بیشتر میشه. نوع ویروسی جدید دلتا واقعا شدتش و بروزش بی اندازه بالا رفته و میزان سرایتش به افراد چندین برابر شده. به راحتی الان افرادی که وارد بیمارستان ما میشن همگی به صورت خانوادگی هستن، یعنی تمام اعضای یک خانواده اگر یک نفر مبتلا شده به سرعت و در کمتر از روزهای قبل، یعنی در سوشهای قبلی ما افراد حداقل بعد از 5 روز 10 روز علامت دار می شدن، الان به فاصله 2 روز 3 روز هر کدوم از بیماران بلافاصله افراد بعدی خانواده اونها مراجعه می کنه و این نشون میده که چقدر میزان سرایت این ویروس بالاتر رفته و شدتش بیشتر شده. من خواهشی که دارم از هموطنان عزیزم، تنها راهی که ما بتونیم مقابله بکنیم و برخورد بکنیم با این بیمار و بتونیم جلوش شکست نخوریم اینه که ما بتونیم رعایت بکنیم پروتکل های بهداشتی رو. خواهشم ازشون اینه که در مکانها و معابر و قسمتهای و حتی فروشگاه یا هر جایی که احساس میکنن یا در دور همی های خانوادگیشون به هیچ عنوان شرکت نکنن، حداقل 2 هفته 3 هفته مجال بدن به این موضوع، چون واقعا این ویروس میزان سرایتش بالاست و میتونه به شدت ما رو دچار مشکل بکنه. کادر درمان واقعا خسته هستن، الان نزدیک به 2 سال هست که درگیر این بیماری کرونا هستن و روز و شب و شبانه روز دارن زحمت میکشن و هیچ کس هنوز، با تمامی که خود ما از کادر درمانمون تعداد بسیار زیادی مبتلا به کرونا داریم، ولی کماکان پای کار هستن و دارن با تمام وجودشون زحمت میکشن و ارائه خدمت میکنن به مردم. تنها خواهش که من از هموطنان عزیزم دارم اینه که تا جایی که امکان داره رعایت بکنن و پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنن تا ما بتونیم انشالله مثل دفعات قبلی بر این بیماری فائق بیایم و بتونیم بیمارانمون رو به میزان کمتری در بیمارستانمون داشته باشیم.